افسردگی، واژه آشنا با روح و روان انسان. سلام، من محمد هستم. اینجا مجله اینترنتی دارکوبه، مجله دانستنی از همه چیز و همه جا. دنیا میخواد کنه لپتوپوره، از قسم یاره تو رو من رد و یادم بر عکس خوشحالی فاس قتل آمم از تو وقتی نمیتونم شب بخوابم، میگم متی بی تو بزا که بس سخت کاره، میخوام لو همه ورق و قلم. افراد افسرده دارای احساس ناراحتی، استراب، پوچی، ناامیدی، درماندگی و بی‌ارزشی، شرمساری یا بیقراری هستند. ممکن است آنها اشتیاق خود را در انجام فعالیت‌هایی که زمانی برایشان لذت بخش بوده از دست بدهند. نسبت به غذا بی‌میل شوند و کم اشتها. تمرکز خود را از دست بدهند، در به خاطر سپردن جزئیات و تصمیم گیری دچار مشکل بشوند و در روابط خود به مشکل می‌خورند. به فکر خودکشی افتاده و قصد آن را داشته یا حتی انجام می‌دهند. اختلال افسردگی ممکن است که باعث بیخوابی، خواب زیاد، احساس خستگی و خوب کوفتگی و مشکلات گوارشی یا کاهش انرژی شود. افسردگی ممکن است که از یک واکنش طبیعی به رویدادی از زندگی مانند مرگ نزدیکان، اثرات بیماری‌های بدنی یا عوارض جانبی مصرف بعضی از داروها و درمان‌های پزشکی هم باشد. یکی از مهمترین اختلالات افسردگی به ویژه در وضعیت پیشرفته از دست دادن قدرت تفکر سالم، راحت، خلاقانه یا حتی درست تمرکز کردن است که در مراتب بالاتر و در افسردگی های حاد اختلال تشدید می شود و باعث مواردی مثل جنون می شود. اما در ادامه با برخی از نشانه های افسردگی که در بسیاری از افراد خود را نشان می ده بررسی میکنیم. خلق و خوی افسرده، حس خودکمبینی و گناه، افکار خودکشی، مشکلات خواب، آشفتگی روان، مشکل اشتها، پرخوری و یا حتی کمخوری، عدم تمرکز و فراموشی، احساس خستگی و فقدان انرژی، بدبینی و ناامیدی نسبت به آینده، احساس تنفر نسبت به فرد، افراد یا جامعه، احساس دلتنگی نسبت به افراد نزدیک و عزیز خود. اگر تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید، ممنون میشم که لایک بکنید، کامنت بذارید و با سابسکرایبتون از کانال دارکوب حمایت بکنید. اما در بحث با افسردگی، مواد مخدر و روانگردان، گاهی سوء استفاده از مواد مخدر و سوء مصرف مواد باعث تشدید افسردگی میشود، چه در خماری، چه در ترک و همچنین از آثار به جا مانده از مصرف این گونه مواد، شامل نوشیدنی های الکلی، آرام بخش ها از جمله حتی موارد تجویزی، مخدرها مثل مسکن های تجویزی و مواد مخدری مانند هروئین، محرک ها مانند کوکائین و آمفتامین و روانگردان ها و مواد استنشاقی هم جز آنها می تواند باشد. اما اگر مبتلا به بیماری افسردگی شدیم، چگونه افسردگی خود را درمان کنیم؟ اما بهترین فردی که میتونه به درمان افسردگی شما کمک بکنه فقط و فقط خود شما هستید، به این دلیل که هیچ کسی بهتر از خودتون شما را نمیشناسه. ضعف ها و نقاط قوت خودتون را میدونید و میدونید که چطور میشه اونها را رفع کرد. اما یکی از مواردی که انسان های افسرده بدون اطلاع قبلی بهش خیلی علاقمند میشن، مواردی نظیر علاقمندی به کاشت و نگهداری گیاهان است. در واقع افراد افسرده ناگهان به حفظ و علاقه و نگهداری از گیاهان علاقمند میشن و اونها را نگهداری میکنن. اما نمونه های دیگه هم داره، نظیر نگهداری از حیوانات. انسان افسرده بیدلیل برای رفع تنهایی و رفع نیاز تنهایی خودش به سمت نگهداری از حیوانات یا گیاهان میره. این یکی از نشانه های بارز افسردگی هست. اما بهترین راه برای درمان افسردگی، یکی از این راه ها دور شدن از مکان هایی که به شما احساس بدی میده، وارد شدن به جمع جدید، مکان های جدید، تجربه کردن موقعیت‌های بهتر و جدیدتر،
میتونه به شما در روند درمان افسردگی کمک بکنه. خوردن غذاها و نوشیدنی‌های جدید، آشنا شدن با افراد بهتر، همچنین میتونیم به ورزش کردن، تناسب اندام هم اشاره بکنیم که میتونه در روند درمان افسردگی به شما کمک فوق‌العاده‌ای بکنه. یکی از مواردی که بسیاری از روانپزشک ها و روانشناس ها بیان میکنن گوش دادن به آهنگ های امید بخشه. در واقع باید شما از آهنگ های غمناک و آهنگ هایی که به شما حس بدی میده دوری کنید. سفر کردن به مناطق مختلف یکی از راه های فوق‌العاده برای بهبود افسردگیه. همچنین پرداختن به علاقمندی های جدید، کنار گذاشتن افکار بد، دیدن فیلم های سینمایی امیدبخش و جذاب، نگاه کردن به برخی ویدیوهای موفقیت آمیز و انرژی بخش از جمله کارهای دیگه ایه که میتونه برای درمان افسردگی هم استفاده بشه. قدم زدن در پارک، رفتن به دل طبیعت، همچنین دوچرخه سواری و پیاده روی من جمله فوق‌العاده ترین راهکارها هستن. همونطوری که پیشتر گفته شد، بهترین پزشک برای درمان افسردگی خود شما هستید. تا زمانی که خودتون نیاز به درمان پیدا نکرده باشید، عملاً هیچ کسی نمیتونه به شما کمک بکنه برای بهبودی. هیچ کسی بهتر از خودتون شما رو نمیشناسه. بهترین درمانگر و فقط و فقط خود شما هستید. ممنون از نگاهتون، ممنون از توجهتون. اگر از ویدیوی ما خوشتون اومده حتما لایک بکنید، کامنت بذارید و با سابسکرایبتون از ما حمایت بکنید. به امید دیدار و به امید روزی روشن.